آقای دکتر اجازه بدید با همین اساس شروع کنیم که چرا قانون اساسی جمهوری اسلامی با داشتن اصولی مانند اصل 110 این قانون که جایگاه و موقعیت ولی فقیه در مقام رهبر جمهوری اسلامی رو معرفی میکنه قابل اصلاح نیست و عملا این قانون نمیتونه راه به نهاد دموکراتیک توسعه نهاد دموکراتیک در ایران ببره. البته قابل تحول نیست با وجود نهادهایی که دستن در کار حفظ و گسترش قدرت در حال حاضر هستند. توجه داریم که در واقع نزاع بر سر قدرت هنوز ادامه داره، جناح‌های دیگه‌ای سر در خم دستگیر قدرت هستند بعد از مرگ آقای خامنه‌ای و در این فکر هستن که بتوانن که در واقع قدرت یکتا و یگانه رو اندکی به حالت‌های شورایی در بیارن، پیشنهادات متعددی که از درون نظام میاد. اما منظور شما در واقع خود نظام فعلی و ساختار قدرت سیاسی در ایران هست و این نکته بسیار مهمی که نظامی است که ناشکننده به نظر میآید و از درون در واقع یک هماهنگی نسبی البته رو حفظ کرده تا بتواند یک هماهنگی همه جانبه را از در بیرون ایجاد بکنه. با وجود قانون اساسی فعلی که چندین بار در رفت آمدهای متعدد در طول 30 سال اخیر تغییر کرده است، به هر حال از اون ولایت فقیه اولیه به ولایت فقیه با تعابیر دوم رسیده شد و هرچی بیشتر قدرت در اختیار ولی فقیه امروز قرار گرفت، در واقع امکان گشایش و زدن این به استبداد جانبه اندکی بعید به نظر میاد و هرچه بیشتر به سمت جلو میری در واقع نهاد در واقع نظامی در کنار نهاد سیاسی دست به دست هم دادن و یگانگی و تکراری نظام رو حفظ میکنن. آقای دکتر هودشتیان، آیا این قانون اساسی و اساساً این تمرکز قدرت که در قالب بیت رهبری امروز جلوه پیدا میکنه و از لحاظ حقوقی در قالب مقام ولی فقیه بر همه ارکان اجرایی حکومت گرفته تا ارکان اجتماعی زندگی مردم نظارت مستقیم و دخالت بلافصل داره، آیا پیامدهای چشمگیری در روند زندگی امروزه مردم ایران هم داشته؟ آیا میشه پیامدهایی رو که امروز در زندگی میشه لمس کرد و شما به عنوان یک جامعه شناس برآیند حضور چنین تمرکز قدرتی در جامعه امروز ایران میدونید رو هم بر بشمرید؟ بله، مسلما بدون تردید نظام تکروانی قدرت سیاسی در ایران به همراه همطور که اشاره کردم یک بازوی سرکوبگر بسیار قوی یعنی پاسداران به همراه بسیج و باز جناح‌های دیگه سرکوبگر قدرت در واقع امکان گشایش اجتماعی جامعه مدنی رو به ما ندادن، یعنی امکان ایجاد نکردن که سازمان‌های خودمختار اجتماعی مستقل در برابر قدرت در کنار قدرت منتقد قدرت بتوانن که در واقع پرورده بشن و به جامعه به بلوغ سیاسی و به بلوغ اجتماعی برسه. در واقع این مانع اصلی یعنی قدرت سیاسی تکروانه در ایران که خودمختارانه یک نظام استبدادی رو ایجاد کرده، امکان گشایش جامعه مدنی، گشایش و پرورش سازمان‌های خودمختار، سازمان‌های سندیکای دانشجویی، سندیکای زنان، سندیکای نویسندگان، سازمان هنرمندان، سینماگرایان و غیره رو نمیده و نداده و از این لحاظ در واقع جامعه در برابر قدرت سیاسی پرورده نمیشه و به بلوغ نمیرسه. ولی هر آنچه که امروز میبینیم به عنوان فعالیت‌های متعدد اجتماع زیر زمینه و به حالت دوگانه در واقع حیات خودش رو نشون میده، یک حالت در واقع ماسکی که این جامعه به خودش میزنه و در بیرون در برابر پاسداران در واقع به نظام بله میگوید و یک حالت درونی، یک جامعه زیرزمینی که جامعه مدنی مخفی باید اسمش رو گذاشت در زیر در واقع وجود داره، حیات داره، اما امکان ابراز وجود به طور عمومی و علنی نداره. آقای دکتر، در ادامه همین بحث یکی از مسائلی که همواره در چهارچوب مناسبات قدرت بر عدم تمرکز قدرت در یک نهاد خاص اشاره داره
قابلیت استقلال قوای سگانه اداره کننده هر کشور هست. در ایران متاسفانه این استقلال تا حدود زیادی به دلیل دخالت‌های مقام رهبری و از جمله اون واژه معروف حکم حکومتی و انتصابات گسترده همواره زیر سوال رفته. آیا این نکته رو هم شما برآمده از قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی میدونید یا روایت و تفسیری که از این قانون ارائه شده روایت و تفسیری است که به این عدم استقلال دامن میزنه؟ همواره تضاد بسیار مهمی، تضاد بسیار چشمگیری متاسفانه، حتی در نظام‌های گذشته در دوران پهلوی هم همینطور بود و از بعد از مشروطه هم همین رو مشاهده کردیم، بین آنچه که در قانون اساسی نوشته شده است و گفته شده است و غیره و آنچه که این قانون اساسی در عمل خودش رو متحرک میکنه فاصله ای بوده. یعنی در واقع همین امروز هم مبارزات مدنی بر پایه قانون اساسی فعلی، حالا نه در همه جوانب و در برخی از جوانب، میتونه شگفتی های فوق العاده و گشایش های اجتماعی اندکی حتی به وجود بیاره، اما همین این رو هم این نظام اجازه نمیده. به عبارت دیگه این نظام در چهارچوبه همین قانون اساسی هم حتی نمیگذاره که مردم و معترضین و منتقدین عمل بکنن. یک. دوم اینکه اصولا اشاره کردیم به مفهوم سگانگی قدرت. سگانگی قدرت که خب ما میدونیم که از گذشته های میآید و از اروپا میاد و از مونتسکیو و جان لاک شارحان اصلی فلسفه سیاسی سگانگی قدرت هستن، در واقع اصولا در جامعه مثل ایران در گذشته هم همینطور بوده، هضم نشده. میدونید قدرت سیاسی همواره تمرکزگرا بوده، همونطور که اشاره کردیم، و این تمرکز یعنی جامعه قدرت سیاسی هرمی امکان در واقع شکاف در قدرت رو که نیروهای دیگه بتوانند در یک روند آنچه که ما در ترمینولوژی فلسفه سیاسی میگوییم چکن بالانس، یعنی یک روند در واقع یک روندی که یک قدرت دیگری رو بتواند ملاحظه کند، مشاهده کند، انتقاد بکند و بر روی کردارهای اون نقد بکند، این امکان وجود نداره. چرا این امکان وجود نداره؟ باز هم مقوله تاریخی این مسئله است که وجود نداشته است و در این نظام هم وجود نداره، علاوه بر اینکه در قانون اساسی هست، به خاطر اعتماده. اینکه ما اعتماد به نظام های به قدرت های دیگه نداریم. هر نظام دموکراتیک سیاسی صاحب سه شاخه، سه برانش، سه شعبه باید باشه، اما شرطش این است که سر قدرت سیاسی اعتماد کنه به برانش ها و یا شعبه ها و یا قدرت های دیگه که و بتونه اون وقت اعتماد کنه و انتقاد پذیری رو در واقع متحقق بکنه. آیا حضرت عالی به عنوان یک پژوهشگر اصول امور ایران در عرصه های اجتماعی و سیاسی فکر میکنید که چنین اعتمادی از سوی رهبری یا ولی فقیه اساساً به مردم و احزاب برآمده از مردم یا نمایندگان انتخابی مردم وجود داره در همین امروز ایران؟ در همین امروز ایران ملاحظه بکنید که اصولاً حاکمیت جمهوری اسلامی بر پایه رأی مردم شکل نگرفت، اگرچه در ابتدای بساکن در آغاز این رژیم ما صاحب یک رأی عمومی بودیم، اما اگر باز دقت بکنیم میبینیم که انتخابات بود ولی تعدد به اصطلاح انتخابات، تعدد به اصطلاح موارد انتخاب، نیروهای متعدد در درون این انتخاب وجود نداشت. ما یک امکان داشتیم که بگوییم بله، یک امکان داشتیم که بگوییم نه، و این نحوه ویژه و خاص و غیر قابل فهم انتخابات است. بنابراین اصولاً اون چون که ما به عنوان انتخابات ازش نام میبریم به معنی اعتماد به رأی مردم هست، این در قامت نظام فعلی وجود نداره.
دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم، من به واسطه این ملت مرا خواهد میدارم. مکتبی است که میتونه حقوق تمام مستضعفین را به دستشون برسونه و همه به حقوق و به حق خودشون در این مکتب برسن. هنوز شرکت نکردم، دلم خیلی میخواد شرکت کنم، ولی هنوز از محتوای جمهوری اسلامی هیچ گونه اطلاعی ندارم. میدونید اسلامیه، چون که دین ما دین و یکیه، ما اسلامیم، روی خدا، روی قرآن خدا و روی رسول خدا که دو تا در جهانه، ما اون دامن اونا رو گرفتیم. البته جمهوری اسلام هم اسلامی هم جمهوری اسلامی نه یک حرف زیاد و یک نه حرف کم. کسانی هم که میخواهند به راه های دیگه بروند آزادند، لکن توطئه قدغن، خیانت قدغن، رأی آزاد هر چی میخواهند بگن. امروز باید شعار همون شعار اسلامی باشد، جمهوری اسلامی. اونها که اصرار دارند اسلام را از کنار جمهوری کنار بگذارند، اینها خائنانی هستند که در ملت میخواهند اختلاف ایجاد کنند. اونها که میخواهند کلمه دموکراتیک را بر این عبارت اضافه کنند، اونها غرب زدگانی هستند که نمیفهمند چی میگن. شما به مثلا نزدی یزدی نگاه بکنیم، مثلا یزدی یکی از رهروان فعلی، یکی از پیروان آقای خامنه ای هست، اصولا معتقد، او خیلی صریح میگوید، برعکس دیگران که خجالتی میگویند و با پرده پوشی عنوان میکنند، ایشون خیلی صریح میگوید که نظام اسلامی احتیاجی به رأی مردم نداره. چرا؟ به این دلیل که بر پایه حق استواره. اما حق از سوی مردم به نظام نمیآید، حق از سوی آسمان، از سوی خدا به جامعه می آید. از یک سو، از سوی دیگه حق از سوی ولی فقیه می آید و این دو منبع اصلی حق هستند. مردم حق ندارند که بخواهند که در واقع حاکمیتی رو یا رئیس جمهوری رو انتخاب بکنند. این در واقع کلام خیلی رادیکال به اصطلاح رژیم هست، علیرغم اینکه خب رژیم به خاطر نمایش‌های بیرونی خودش تن به انتخاب هم میده، ولی خب میدونیم که انتخابات واقعی نیست. آقای هودشتیان، حضرت عالی رفتار رژیم امروز ایران رو به کدام یک نزدیکتر میدونید؟ رفتار نمایشی که در برگزاری انتخابات انجام میده، یا گفته هایی که خود شما از مصباح یزدی نقل کردید؟ کدام یک به حقیقت نزدیکتره؟ من فقط اشارات رو میدم به یک نقلی که از یک روشنفکر یا اندیشمند دینی شنفتم، و اون این که در همون اوان که مجلس شورای نگهبان میبایست، که مجلس خبرگان میبایست انتخاب میشد، کسانی رفتم نزد آقای خمینی و گفتن که آقا ما قبل از اینکه انتخاب بشود لیست رو داریم، لیست کسانی که باید انتخاب بشوند رو داریم و چه بکنیم. آقای خمینی یعنی از ابتدای قضیه میگویند که همین لیست رو شما عملی کنیم، اما اونطور نباشه که به نظر بیاید که انتصاب هست، طوری نشون بدین که این انتخاب به نظر بیاید. من فکر کنم این رفتار نخستین و اولیه بنیانگذار جمهوری اسلامی تا امروز وجود داره. لیست از پیش آماده هست، ایشون به خاطر رقابت‌های درونی قدرت سیاسی نوی آقای خمینی رو هم
نفی کردن و رد صلاحیت کردن. از مجموع وضعیت فعلی نشون میده که همون حرف مصباح یزدی برای پاسخ به سخنتون پرسشتون همون حرف آقای مصباح یزدی هستش که در واقع این شعار اصلی و شعار عملی رژیم هست. فرمود رئیس جمهور منتخب مردم اگر از طرف ولی فقیه نصب نشود طاغوت است. این مسئله فرق این حکومت با جمهوری های دیگه است. هزار کسی واجد شرایط باشه تا اذن از طرف امام نباشه ارزشی نداریم، صلاحیت هم داشته باشه، خیلی خوب هم بلد باشه مدیریت مردم ها، همه مردم هم قبولش داشته باشن، او حق حکومت کردن بر اونها نداره. مردم چه کارن که به کسی حق بدن؟ مگه خودشون دارن همچه حقی را؟ مردم چه کارن که به کسی حق بدن؟ مگه خودشون دارن همچه حقی را؟ مردم تعیین کردن نیکه به رئیس جمهور یا دارش حکومت کنه هر کار میخواد بکنه، مردم چه حق داشتن به اون بدن؟ مردم تعیین کردن نیکه به رئیس جمهور یا دارش حکومت کنه هر کار میخواد بکنه، مردم چه حق داشتن به اون بدن؟ قانون اونه که خدا مجری قانون کسیست که خدا تعیین کرد. آقای هودشتیان، اگر کمی از فضای سیاست و منازعات قدرت فاصله بگیریم، بسیاری از شهروندان بهایی ما در کشور از حقوق شهروندیشون محروم هستند. هم جنسگرایان یا دو جنسگرایان در ایران شهروند به حساب نمیان و حتی بسیاری از اقلیت‌های مذهبی از جمله باورمندان اهل سنت به آیین اسلام هم از داشتن و یا تعمیر مساجد خودشون در بسیاری از نقاط کشور محرومند. بسیاری دیگر از حقوق مدنی در ایران و حتی برخی قوانین اجتماعی در ایران به دلیل تحمیل مجازات‌های اسلامی و قوانین جزای اسلامی جلوه و اجرا پیدا نمی‌کنند و همه اینها رو برخی متمرکز می‌دونن در نگاهی که یک ولی فقیه، یک مرجع دینی برآمده از فقه شیعی، کلیت رفتار اجتماعی زندگی انسانی رو در بر می‌گیره. این چالش چگونه امروز وجود داره و آیا این چالش هم بخشی از تمرکز قدرت و تمرکز نهاد قدرت در شخص ولی فقیه در جامعه امروز ایران محسوب میشه؟ بخش مهمی از در واقع تملک قدرت و تمرکز قدرت این هستش که به گونه های متعدد از یک فرقه هم حتی امکان حیات نده. اینو ما فقط در نظام فعلی نمی‌بینیم. ما توجه بکنیم که اصولاً خب شیعه و سنی از یک به اصطلاح مکتب هستن، اونم اسلام، ولی خب ببینیم که چگونه در واقع از ابتدایی به ساکن شاه اسماعیل اول با شمشیر ایران رو سنی کرد، شیعه کرد با شمشیر در 1501، یعنی که حتی گرایشی که سنی بود که باز اهل همین مذهب هست امکان بیان آزاد نداشت، مادران رو در حالت حاملگی با بچه میکشتن با شمشیر. یعنی این وضع به اصطلاح تمرکز قدرت در به نام شیعه به این معنی نیست که حتی کسانی که کم رنگتر شیعه هستن یا پر رنگتر شیعه هستن امکان ابراز وجود داشته باشن. نگاه بکنیم به شیعیانی که کاملا حتی در نظام هستن، قانون اساسی قبول دارن، اما در هر صورت امکان اینو ندارن که اندکی کمتر یا بیشتر اندکی با رنگ دیگه‌ای و متفاوتی خانه‌هایی بزنن و خودشون رو به اصطلاح بیان بکنن به نحوه متفاوت. و به این لحاظ این تمرکز قدرت تمرکزی است که اولا گرایش‌های کلان رو مثل چپ‌ها، مثل راست‌ها، مثل غیره رو از خود می‌رباید و حتی می‌زداید و حتی کسانی که به عبارتی نزدیک به نظام باشن اما از سخن رژیم رو نگویند و به نام اونها و مثل اونها سخن نگویند، اونها رو هم در واقع میزدایند. این رو هم باز اشاره میکنند که در کشور دیگه من رو دیدیم، اما خب در مورد ایران واقعا استثناست. ممنونم جناب آقای عطا هودشتیان، جامعه شناس، استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل اجتماعی و سیاسی ایران و غرب که از ژنو در کشور سوئیس همراه من و همکارم سحر امانی در این برنامه بودید. با تشکر از شما. سپاسگزارم. اما